سربرگ گوتو. از سربرگ گوتو برای مرور قسمت‌های گوناگون سند استفاده می‌کنیم. اینجا بر روی فلش رو به پایین فایند کلیک می‌کنیم. بر روی گوتو اینجا اگر مشاهده کنید کلید ترکیبی اون کنترل به علاوه جی. اینجا کادر محوری فایند اند ریپلیس در حالی که سربرگ گوتو فعال ظاهر میشه. اگر در قسمت انتر فوت نوت نامبر دقت کنین، در این قسمت نوشته انتر به علاوه اند منفی نشون میده. اگر ما علامت به علاوه 4 رو وارد کنیم به اندازه 4 تا به سمت جلو، یا اگر منفی 4 رو وارد کنیم به اندازه 4 تا به سمت عقب میره. حالا من اینو در قالب مثال سعی میکنم سربرگ گوتو رو کلا براتون باز کنم. با توجه به اینکه ما در یک سندی قرار داریم که اینجا فقط یک صفحه داره، از سربرگ گوتو فقط از گزینه لاینش میتونیم استفاده کنیم. اینجا اول روی کلوز کلیک میکنم، اینجا میام اشاره گر موسمو اینجا قبل از فارسی یا قبل از 10 قرار میدم. اینجا میام با استفاده از کلید ترکیبی کنترل به علاوه جی از صفحه کلید استفاده میکنم، به کادر محوری فایند اند ریپلیس اینجا میرم، روی لاین اینجا کلیک میکنم و اینجا میخوام بگم که از محلی که اشاره گر موس من قرار داره این به اندازه 2 خط بره عقب. پس میگم به علاوه 2. اینجا میام روی گوتو کلیک میکنم. ببینید اگر من روی کلوز کلیک کنم اینجا به اندازه به علاوه 2 روی خط جابجا شد. اشاره گر موس اینجا بود، به اندازه مثبت 2 اومد تر. دوباره کلید ترکیبی کنترل به علاوه جی رو میزنم. این بار در قسمت گو تو وات روی لاین هستیم و این بار به اندازه منفی 2 جابجا بشه. اینجا اگر روی گو کلیک کنی و کلوز، اشاره گر موس به اندازه 2 خط جابجا شد. حالا من میام اینجا در قسمت فعل آخر معرفی میکنیم، اشاره گر موس رو قرار میدم، سربرگ اینزرت در گروه پیجز. اینجا یک بلانک پیج رو ایجاد میکنم تا یک صفحه جدید داشته باشم. زمانی که بلانک پیج رو ایجاد میکنیم در صفحه قبلی توسط یک پیج بریک اینجا بسته شده. اگر در سربرگ هوم گروه پاراگراف بر روی ابزار شو اسلش اینجا کلیک کنیم اینجا یک پیج بریک داریم. ببینید من الان میام اینجا در این خط اول مینویسم مرکز آموزش های الکترونیکی رضوان. اینجا رو ملاحظه کنین، من اگر با پیج بریک بیام صفحه قبلی رو ببندم یا با استفاده از سربرگ اینسرت بلانک پیج بیام یک صفحه جدید ایجاد کنم، اگر من بعد از این فعل بیام اینجا کلید انتر رو بزنم و اینجا بیام مثلا 5 خط 10 خط 15 خط رو اینجا تایپ کنم، اینجا در صفحه جدید این خط من تغییر نمی کنه. ولی اگر بیام اینجا کلید انتر زده باشم، با انتر به صفحه دوم رسیده باشم، بعد که اینجا بیام یک انتر جدید اینجا بیام بزنم، مشاهده می کنید که این خط اول من در این صفحه جدید اینم حرکت میکنه. پس یکی از ویژگیهایی که ما برای ایجاد صفحه با استفاده از کلید ترکیبی کنترل به علاوه انتر یا با استفاده از پیج بریک میتونیم ایجاد کنیم یا بلانک پیج، اینی که اون صفحه جدید ما دستخوش تغییرات صفحه قبلش نمیشه. بر روی سربرگ هوم کلیک کنم، بر روی فایند اینجا گو تو. میخوام اینجا بر روی پیج کلیک کنم و بیام صفحه 2. اینجا 2 رو تایپ میکنم و میرم روی گو تو. ملاحظه کنید به صفحه 2 اومدم. حالا اگر بیایم اینجا به جای 2 به علاوه 2 رو بزنیم، از محلی که اشاره گر موس قرار داره به اندازه 2 صفحه میره به صفحه بعد. اینجا اگر روی کلوز من اینجا کلیک کنم، من میام اینجا اشارهگر موس رو بر از رضوان قرار میدم در سربرگ اینزرت. اینجا یک بلانک پیج جدید اضافه میکنم، این صفحه 3. اینجا نگاه کنین، پیج 3 هست. برای اینکه به ابتدای این سندم بیام کلید ترکیبی کنترل هوم استفاده میکنم، به ابتدای سند، برای اینکه به انتهای سند برم از کنترل اند استفاده میکنم به انتهای سند. این دو کلید میون بر هم تو ذهنتون داشته باشید. پس با کنترل اوم به ابتدای سند اومدیم با استفاده از کلید ترکیبی کنترل به علاوه جی فایند اند ریپلیس، و اینجا از محل دیگه اشاره گر موس قرار داره. اگر من اینجا 2 رو بزنم به صفحه 2 میره، ولی اگر بیام به علاوه 2 رو بزنم 2 صفحه از این محل اشاره گر حرکت میکنه. ببین گو تو رو زدم اینجا روی کلوز، اینجا اگر اشاره گر موس رو نگاه کنید اینجا صفحه 3 از 3 رو داریم. کنترل به علاوه هوم رو میزنم، به ابتدای سند بیام. اگر اینجا ملاحظه کنین 2 صفحه اینجا ایجاد کرد. اگر بر روی نوار وضعیت در این قسمت من کلیک راست کنم، یک شورتکات منیوی ظاهر میشه و اینجا ما سکشن رو داریم، سکشن 1. یعنی الان تمام 3 صفحه ما در یک سکشن قرار داره. من میخوام یک سکشن جدید ایجاد کنم، اینجا اشاره گر موس رو قرار میدم در سربرگ لی اوت گروه پیج ستاپ
بر روی فلش رو به پایین بریک کلیک میکنم و میخوام یک بخش جدید ایجاد کنم. ببین با استفاده از نکست پیج میتونیم یک بخش جدید ایجاد کنیم. اینجا اگر کلیک کنم این برای من یک بخش جدید رو ایجاد میکنه بر روی سربرگ هوم. اینجا اگر نگاه کنین علامت شو اسلش هایت فعال باشه، اینجا سکشن بریک رو داریم. این الان این صفحه 3 در یک سکشن جدیده. کلیک راست میکنم، اینجا اگر سکشن رو نگاه کنید شد دو تا سکشن. کلید ترکیبی کنترل جی رو میزنم، با استفاده از انتخاب سکشن من اینجا میتونم عدد 1 رو تایپ کنم و روی گو تو میام به سکشن اول. اگر اینجا عدد 2 رو تایپ کنم میرم به سکشن دوم. پس یکی از راههایی که ما متوجه بشیم چند تا سکشن داریم اینه که شو اسلش هاید رو فعال کنیم، بیایم این نمایش سکشن بریک رو اینجا ببینیم و یا بیایم در نوار وضعیت اینجا کلیک راست کنیم و ببینیم سکشن ما اینجا چند تا هست. سکشن ما یکی هست یا سکشن ما دو تا هست؟ اگر من کلیک کنم ببینید کلیک راست، اینجا سکشن رو نمی‌بینید، در سکشن دو هستین الان شما.